سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. آقا تو این ویدیو قراره بهتون یه ایده معرفی کنم که هم تو یوتیوب فارسی میتونین استارت بزنین، بازدیدای خیلی خوبی داره، هم تو یوتیوب انگلیسی. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی ویدیو جدیدمون، لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال هم حتما سابسکرایب کنین، همچنین ویدیوهای قبلی هم از دست ندین. اوکی، بریم سراغ معرفی ایده جدیدمون. ببینید، ایده ای که توی این ویدیو قراره بهتون معرفی کنیم ایده هوش مصنوعیه. معرفی هوش مصنوعی. ببینید، ما تعداد زیادی هوش مصنوعی داریم، تعداد زیادی سایت هوش مصنوعی داریم که اصلا تموم هم نمیشن، هر روزم داره جدیدش میاد. همین الان بیشتر از 5000 تا سایت هوش مصنوعی داریم. بشینید فکر کنید دیگه، اگه شما تو این حوزه بخواید ویدیو بسازید، مگه میشه محتوا کم بیارین؟ همین الان شما اندازه این که 15 سال هر روز ویدیو بسازین موضوع دارین، چون 5000 تا سایت مختلف وجود داره در حال حاضر. خلاصه دارین میبینین که افرادی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن بازدیدهای خیلی خوبی میخورن. بازدیداش به اون سطح خیلی بالایی نیستش که مثلا بگم آقا مثل کانالای طنز و اینا بازدیدهای خیلی زیادی میخوره، ولی خب RPM بالایی داره. RPM بالای 5 دلاره. خب یعنی در ازای هر 1000 بازدید شما بیشتر از 5 دلار میگیرید. دقت بکنید، مثلا این شخص 4 هفته پیش ویدیو منتشر کرده، تقریبا 5000 تا بازدید خورده. اگه بیایم پایین تر این کانال رو نگاه کنین، این کانال مریم صادقه. مریم صادقه کلن کارش اینه که راجب هوش مصنوعی و اینا ویدیو میسازه، راجب برنامه نویسی و هوش مصنوعی و اینا. یک ماه پیش ویدیو هوش مصنوعی منتشر کرده، 61000 بازدید خورده، 6 5 تا 30 تا 3000 دلار، 150 میلیون تومان درآمد همین یه دونه ویدیوش بوده. خب توی یک ماه گذشته. بقیه ویدیوهاشو حالا کار نداریم، میایم کانالشو چک میکنیم. خلاصه اگه بیایم پایین‌تر میبینیم افراد دیگه‌ای دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. خب حالا این پایین رو دقت کنید، نوشته خیلی از مردم این ویدیو رو نگاه کردن. خلاصه این ویدیو هم با هوش مصنوعی ساخته شده، ولی من پیشنهاد نمیکنم همچین کاری رو. ساخته این ویدیوها نه از لحاظ وجدانی اوکیه، نه اینکه کلا تو کشور اوکی نیستش، از لحاظ قانونی هم اوکی نیستش، سراغ همچین چیزایی نریم به نظرم. ولی خلاصه اختیار با خودتونه. چیزی که من میگم معرفی هوش مصنوعیه. حالا میام همین کانال مریم صادقی رو تو حوزه فارسی واسهتون باز میکنم. ببینید، مریم صادقی 116 تا ویدیو منتشر کرده، 22000 تا سابسکرایب گرفته که رقم خیلی خوبیه فقط با 116 تا ویدیو. دقت بکنید، همه ویدیوهاش راجع به هوش مصنوعی دیگه. 4 هفته پیش 13000 تا بازدید، 1 ماه پیش 86000 بازدید، 1 ماه پیش 53000، 1 ماه پیش 61000 بازدید. البته خیلی تعداد زیادی ویدیو منتشر نمیکنه، کلا ماهی 2 تا ویدیو داره منتشر میکنه دیگه. ببینید، 4 هفته پیش، 1 ماه پیش، 1 ماه پیش، 1 ماه پیش، دو ماه. ببخشید، ببینید ماهی 3 تا ویدیو منتشر میکنه، نه 2 تا. اما به هر حال حالا 3 تا 2 تاش مهم نیستش. مهم اینه بدون صدا و تصویرتون میتونین درآمد داشته باشین یا نه. آره میتونین درآمد داشته باشین. خیلی خب، حالا بیام توضیح انگلیسی کانال رو بهتون نشون بدم. ببینید، کانال هیلی بورده که حالا اسمش رو نمیدونم درست خوندم یا نه، اما به هر حال این کانالم داره توضیح تکنولوژی و هوش مصنوعی فعالیت میکنه. 360 تا ویدیو منتشر کرده، تقریبا 2 میلیون سابسکرایب گرفته که رقم فوق‌العاده ایه. الان جدیداً اومده گوشی و اینام با هم مقایسه میکنه. خب درآمدش رفته بالا، هر گوشی جدیدی که میاد میخره با مدلای دیگه مقایسه میکنه. ولی قبلا کلا فقط تو حوزه هوش مصنوعی کار میکرد که خب الان به درآمد بالایی رسیده. ببینید، مثلا همین 4 هفته پیش ویدیو منتشر کرده، 368000 تا گرفته. حالا یه چیزو دقت بکنید، این که میگم درآمد کانال انگلیسی بالاست به خاطر اینه که تعداد بازدیدها خیلی بیشتره، ولی خب کانال انگلیسی خیلی دیرتر رشد میکنه. مثلا اینجا دقت بکنید، همین کانال مریم صادقی با اینکه ویدیوهاش خیلی خوبه، ببینید محتواش خیلی خوبه، ویدیو ساختنش، تصویرش، همه چیزش، از صدا اینا همه چیز خیلی اوکیه، ولی در عرض 4 هفته 13000 تا بازدید میخوره. ولی یه کانال انگلیسی در عرض 4 هفته میاد 368000 تا بازدید میخوره. به خاطر همینه که میگم آقا اگه میتونین تحمل کنین که دیرتر به درآمد برسین، کانال انگلیسی استارت بزنین. ولی نه، اگه میخواین خیلی سریع به درآمد برسین، برین سراغ کانال فارسی. خب آقا،
ساخت این ویدیوها بدون صدا و تصویر امکان پذیره؟ بله. ببینید اینجا مریم صادقی صدا و تصویرش هست. شما هم میتونین با صدا و تصویر ویدیو بسازین، هم میتونین با صدا. ببینید مثل من که دارم ویدیو میسازم، تصویرم نیستش، فقط صدام هست. دارم میام روی صفحه یه سری چیزا به شما نشون میدم و توضیح میدم. اینطوری هم میتونین ویدیو بسازین، با صدای هوش مصنوعی هم میتونین ویدیو بسازین، به شرط اینکه تصویر واسه خودتون باشه. دقت بکنید، الان تصویر صفحه سیستم واسه خودمه، تصویری که شما دارین میبینین و خودم دارم ضبط میکنم، از جایی کپی نکردم. پس اگه تصویر واسه خودتون باشه، حالا چه صفحه گوشی باشه چه صفحه کامپیوتر، میتونین صدای هوش مصنوعی انگلیسی بذارین. از صدای هوش مصنوعی فارسی اصلا استفاده نکنین، خیلی صدای به درد نخوریه، اصلا سابسکرایب نمیگیرین. خیلی خوب، این از معرفی ایده امروزمون بود راجع به درآمدش. ببینید کانال مریم صادقی ماه گذشته 150-60 هزار تا بعد بازدید خورده باشه. من اینجا ویدای کیوم رفت، میخواستم بازدید و درآمدش رو بهتون نشون بدم، اصلا نمیدونم چی شد، غیب شدین. خلاصه ماه گذشته 150 هزار تا بازدید داشته و درآمدش توی ماه گذشته تقریبا دوروبر 75 میلیون تومان بوده. ببینید توی یک ماه گذشته، ولی ماه قبلش بازدیداش خیلی بالاتر بوده. ببینید ماه قبلش فقط دو تا از ویدیوهاش تقریبا 120 هزار تا بازدید دادن، بقیه ویدیوهاش هیچی. ماه گذشته تقریبا نزدیک به 250 هزار تا بازدید داشته و تقریبا درآمدش 125 میلیون تومان بوده. این کانال انگلیسی هم که اصلا بازدیداش میلیونی، درآمد میلیاردی. این اصلا این درآمدی که اینجا نوشته کمه، این سقفش رو زده مثلا 3 دلار 4 دلار، ولی شما قشنگ درآمد این کانال رو واسه هر 1000 بازدید 5 دلار در نظر بگیرین، 4 5 تا 20 تا. ببینید 20000 دلار ماه گذشته درآمد داشته که 20000 دلار هم تقریبا میشه 1 میلیارد. اصلا بیشتر از 1 میلیارد هم درآمد این کاناله. خیلی دست کم نگیریدش. خیلی خوب دوستان، اینم از این ویدیو. ممنون که تا اینجا با ما بودین. فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنین. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.